روی زخم رد پای ترکش هست، هنوز توی جسم من یه روح سرکش هست، هنوز شوق قله ها تو کول پشتیمه، چه باک از تلاطمی که در کمرکش هست، چکیده یه عبور من چکاندن ماش هست، ضرورت مسلسلی که جای درکش هست، جشن تولدم تو کوچه های آبان بود، شام شدم که آبشم برای پروانه، گذاشتم که شعله بر بشم تو تاریکی، به جای فوت کردن خودم غریبانه، چکیدم از تنم میان شهرها جاری، به رنگ خون زاهدان و ایزه بابانه، دلم دریای آتیشه که هی دیوونه تر میشه، میخوام پایان غم ها باشم، میتونم دارم فقارو میبینم، گل فریادو میچینم، یه روز آزاد از خواب پا میشم، میدونم شعله از نگاه ها چیدم و روی خاک شهر بی بهار پاشیدم، چقدر آسمون شدم چقدر باریدم، که عاقبت یقین شد ابرهای تردیدم، برای یک جرقه به فتیله طاقت چقدر گر گرفتم و چقدر جنگیدم، جنگیدم دلم دریای و میرسیم به بخش مصاحبه این هفته رادیوی ایراوا. وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه 8 نوامبر با اعلام خبر خونسازی یک توطئه رژیم ایران برای ترور دونالد ترامپ تصریح کرد که در این توطئه یک مقام ناشناس سپاه پاسداران در سپتامبر سال جاری به یکی از عوامل حکومت ایران دستور داده بود برنامه ای رو برای رصد و در نهایت کشتن ترامپ آماده کنه. اما کسانی که در این طرح نقش داشتن چه کسانی هستند و طرح ترور در خاک آمریکا چه پیامی داره؟ چرا لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط دولت آمریکا نتونسته از فعالیت‌های تروریستی رژیم در این کشور جلوگیری کنه؟ چرا دولت پزشکیان طرح ترور ترامپ رو تکذیب کرد و آیا ترامپ بعد از بازگشت به کاخ سفید خواست سیاسی برای اجرای کردن قوانین علیه رژیم رو داره؟ روز پنجشنبه در خدمت آقای شهرام گلستانه مدیر انجمن ایران دموکراتیک بودم تا به این سوالات بپردازیم. همینک توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. سلام میکنم خدمت شما آقای گلستانه عزیز، خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و ممنونم که برای این گفتگو وقت باز کردید. میدونم که چقدر هم سرتون شلوغه مثل همیشه و به خصوص این چند روز اخیر مشغول تدارک تظاهرات هستید برای سالگرد قیام 98 که روز شنبه در اتاوا قرار برگزار بشه. خیلی خوش آمدید. در حال من هم سلام میکنم خدمت شما خانم غفاری، بسیار خوشوقتم که مجددا در خدمت شما و خدمت همه شنوندگان رادیو ایراوا چه در ایران چه در جای جای جهان باشم. متشکرم که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. خواهش میکنم آقای گلستانه، میخوایم در رابطه با طرحهای ترور علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که یکیش هم عملی شد در خاک آمریکا صحبت بکنیم. این عملیات ها، خب این طرحها همیشه صحبت از دخالت رژیم دارن. میخوام بدونم چه اسناد و مدارکی تو این زمینه وجود داره که رژیم دست داشته توی این طرحهای علیه دونالد ترامپ. ببینین اسناد و مدارک زیاده. این که میگم زیاده طبیعتاً به خاطر اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی و مجری قانون در امریکا به اصطلاح پیگیر این مسئله بودن، که من مشخصاً اسم می‌برم، از خود وزارت دادگستری امریکا گرفته تا FBI گرفته تا دستگاه‌های اطلاعاتی، خب طبیعیه که همه این اطلاعات رو به بیرون منتشر نمی‌کنن و اون چیزی که منتشر میشه ولی فراتر از به اصطلاح حدس و گمانه.
اگه در واقع نظر من رو بخواید خارج از الان به این سوال شما پاسخ خواهم داد، بله ولی ببینید بسیاری از فرماندهان سپاه، سلامی، نمیدونم بقیهشون، خب همشون اینا به صراحت اومدن گفتن که نمیدونم ترامپ و پومپئو و نمیدونم بولتون و اینا بایستی که منتظر اقدام تلافی جویانه ما در خاک خودشون باشن. خب من فکر میکنم که هیچ دلیلی در واقع بارزتر از این نمیشه که فرمانده رسمی سپاه پاسداران بیاد بگه که خب این طرح و هدف ماست. من فکر میکنم در هر دادگاه بین المللی این به عنوان توطئه قتل یا طراحی برای قتل محکومه، به صراحت اومده اعلام کرده. ولی خارج از این، اونجایی که برمیگرده به دستگاه های امریکا، خب خودتون میدونید من به آخرین مورد اون اشاره میکنم، خود وزارت دادگستری امریکا و FBI در واقع طی اطلاعیه مشترکی و اطلاعاتی که بروز دادن از طرح مشخص که مستقیما سرنخش به ایران برمیگرده، چون طرحهای دیگه هم بوده که خیلی غیر مستقیم بوده یا دست دوم سوم، ولی این طرح به طور مشخص گفتن که با دستور و فرماندهی سپاه پاسداران قصد اجراش رو در خاک امریکا داشتن، که خب تونستن که اون رو به قول معروف، حالا من اصطلاحات خودشون رو به کار میبرم، کشف و خونسا بکنن، و در همین رابطه هم دستگیری هایی بوده که حتما به اون خواهم پرداخت. ولی مدارکی که در این زمینه موجوده طبیعتا بخشیش علنی شده، که همون مدارکیه که FBI و وزارت دادگستری اعلام کردن بر اساس مصاحبه هایی که با مظنونین و یا ردگیری هایی که در این زمینه انجام دادن، و طبعا بخشش هم حتما مخفی مونده یا بعدا افشا خواهد شد، اونو باید دید. بله، خب چه کسانی بودند که نقش داشتن آقای گلستانه و چه کسانی دستگیر شدن تو این رابطه اگر بله، دستگیر شده باشن؟ اتفاقا در همین بیانیه اشاره کرده که در این آخرین توطئه، اینو من تاکید میکنم آخرین توطئه، چون این تنها توطئه نبوده، حتی در اون تیراندازی که به سمت ترامپ در کمپین انتخاباتی شد و 17 جولای یک نفر به قول معروف محلی اون هم کشته شد، ولی حالا یا شایعات یا حرفای درستی بوده که اون هم به نوعی وابسته بوده به رژیم، ولی من وارد اون نمیشم. به اطلاعات علنی و موجود در مورد آخرین طرح و توطئه که افشا و در واقع خونسا شده میپردازم، در این رابطه اعلام شد که 3 نفر دستگیر شدن، یکی از اونها به نام فرهاد شاکریه که توضیحاتش رو خواهم داد، و 2 نفر دیگه به اصطلاح امریکایی هایی که یکیشون مال استیتن آیلند مال نیویورکه و اون یکی هم مال نیویورک، مال بروکلین نیویورک، که اینها رو در واقع اون فرهاد شاکری استخدام کرده. اجازه بدید همینجا، میدونم که موضوع صحبت شما نیست، ولی یک اشاره بکنم که چندی پیش دستگاه های اطلاعاتی سوئد و حتی وزارت خارجه سوئد هم اعلام کرد و بسیاری از کشورهای اروپایی هم رسما این رو پذیرفتن که یکی از روش های بیشتر به کار گرفته شده در سالهای اخیر و در ماههای اخیر توسط رژیم، استفاده و استخدام در واقع گروه ها و دستجات جنایتکار در کشورهای مختلفه که کمتر رد پای خود رژیم معلوم باشه. ولی بالاخره به قول معروف دم خروس از لای عبای ملا بیرون میزنه، کما اینکه اینجا زده، و این 3 نفر لااقل دستگیر شدن. در رابطه با این دستگیری من حتما توضیحاتی خواهم داد اگه شما سوالاتی داشته باشین و این دستگیری ها، ولی خب خود همین بیانگر بسیاری از مسائل هست و خواهد. حتما به فرهاد شاکری میپردازیم. فقط الان که شما این توضیح دادید یه سوالی برام به وجود اومد که آیا در کانادا هم رژیم دست به چنین اعمالی میزنه که بخواد این افراد جنایتکار رو استخدام بکنه برای کارهای تروریستی؟ قطعا که در همه کشورها دست به چنین کارهایی میزنه و خواهد زد. میدونید که مثلا سال گذشته تقریبا در همین ایام آقای آلخویلا کوادراس که سالها نایب رئیس پارلمان اروپا بود و سیاستمداران برجسته اسپانیایی را در مادرید در نزدیکی خونش مورد سوء قصد قرار داد که به طور معجزه آسایی ایشون نجات پیدا کرد. در بسیاری کشورهای دیگه هم همینطور، در کانادا
اونجایی که اطلاعات علنی و رسمی منتشر شده وجود داره، حداقل یک مورد بوده که با بکارگیری و استخدام گروه هلز انجلز در واقع قصد ترور و ارعاب ایرانیان مخالف هم در کانادا و هم در امریکا رو داشته، ولی به طور مشخص از اعضای این گروه که به هر حال یک گروه داخلی کانادایی استفاده کرده. خب حالا توی بیانیه وزارت دادگستری آمریکا اسم فرهاد شاکری هم که شما اشاره کردید اومده به عنوان از عوامل سپاه پاسداران. خب اگه بتونین این فرد رو برای ما بگین که این کی هست و سابقش کیه و کی از آمریکا اخراج شد، چون گویا در یک برهه زمانی در آمریکا زندگی میکرده. بله ببینید، جالبه اتفاقا این رسانه های امریکایی از این فرهاد شاکری گاهن بستگی به این داره که چه خطی رو بخوان پیش ببرن، گاهن به عنوان افغان و گاهن به عنوان ایرانی اسم میبرن. اطلاعاتی که منتشر شده خب ظاهرا تبعی افغان، یعنی فرهاد از یک خانواده افغان ولی ساکن ایران بوده، به همین دلیل برخی ها می نویسن فرهاد شاکری از ایران و برخی اصلا هویت ایرانیش رو کمتر مطرح میکنن، اونهایی که بیشتر خط مماشات رو میبرن هویت افغانش رو برجسته میکنن. ولی در هر صورت همینطور که شما اشاره کردید، این در کودکی در ایران بوده، بعد به امریکا میاد به خاطر سایر مسائل غیر سیاسی، به هر حال دستگیر اخراج میشه، بعد مجددا بعد از چندین سال به امریکا برمیگرده، در ایران به طور مشخص با سپاه پاسداران در ارتباط بوده و همون دستورات اجرای این رو در همین دوره اخیر سپاه پاسداران به اون میده. بر طبق اطلاعات منتشر شده، در واقع دو تا دستورالعمل دریافت میکنه. اولا بهش که همه اینا رو خودش در مزد اطلاع شنوندگان عزیز دارم میگم، اینها در واقع تحلیل نیست، حرفاییه که در مصاحبه و در واقع در افشاگری هایی که خودش در مصاحبه با FBI زده به اونها اقرار کرده. یکی این که در واقع سپاه بهش گفته که این در زمانیه که هنوز این انتخابات امریکا صورت نگرفته بود ولی کاندیداها جمله ترامپ در حال کارزار انتخاباتی بودند، و سپاه پاسداران به این فرهاد شاکری میگه که ظرف یک هفته طرحی رو ارائه بده که خلاصه طرح ترور ترامپ رو و اجرایی بکنه اون رو، و سپاه هم هر گونه خلاصه کمکی که اون بخواد در اختیارش قرار میده. البته خود این شخص میگه که این زمان بندی رو نمیتونسته و نمیخواسته که رعایت کنه. من حالا دیگه به انگیزه ها فعلا وارد اوناش نمیشم، ولی میگه به هر حال اون یه هفته رو من نتونستم، ولی سپاه بهش گفته بوده که با این فرض بر اساس به قول معروف برآورد خودشون و یا نظرسنجی هایی که بر این رسانه های امریکایی انجام داده بودن، حدس می زدن که لااقل میزان زیادی که ترامپ انتخاب نشه به عنوان گزینه دوم بهش گفته بودن که اگر که تو این یک هفته نتونه طرحش رو ارائه بده، اونا کمی صبر میکنن و برای بعد از انتخابات یک طرحی رو یا اون تهیه میکنه یا سپاه تهیه میکنه و اون رو اجرایی و عملی میکنن، چون برآورد و تحلیل سپاه این بوده که بعد از انتخابات اگر ترامپ انتخاب نمیشد، خب حساسیت ها رو اون کمتر خواهد بود به عنوان کاندیدای شکست خورده و راحت تر میشه اون رو ترور کرد تا اینکه در زمان کمپین انتخاباتی. به هر حال این دو گزینه ای بوده که این فرهاد شاکری روی میز داشته، به گفته خودشون طرح یک هفته ای رو اجرا نکرده، ولی به هر حال در همین مدت اون دو نفر دیگه امریکایی رو که مال خود نیویورک هستن و به قول خودمون نیتیو امریکایی هستن رو استخدام میکنه سپاه، و از طریق این شخص که بتونن این طرحها رو عملیاتی بکنن. آقای گلستان، همونطور که شما میدونین تا به حال 3 تا سوء قصد علیه جان ترامپ انجام گرفته. 2 تاشو خونسا کردن و در یک مورد هم که الان اشاره هم کردین، شما 17 جولای در پنسیلوانیا به صورت سطحی زخمی شد. سوالم این است که ترور یا طرح ترور تو خاک آمریکا چه پیامی داره؟ ببینید در یک کلام، اولا رژیم میخواد، من که میگم میخواد، بذارید زمان ماضی به کار ببرم، میخواست که ادعای قدرت بکنه
و همون حرف های بی سر و ته و در واقع بی پایه‌ای که فرماندهان سپاه و خود خامنه ای و به قول معروف همه سردمداران رژیم میزنن که و خود خمینی زمانی میگفت که امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و امثال این رو برای نیروهای خودشون بیشتر این رو برجسته بکنن که ببین اگرچه ما اینجا و اونجا و اونجا ضربه خوردیم، اگرچه اینا قاسم سلیمانی رو کشتن، ولی ما در خاک خود امریکا میتونیم بریم رئیس جمهور امریکا یا رئیس جمهور سابق امریکا یا کاندیدای ریاست جمهوری امریکا رو بزنیم و به قول معروف همون حرفی که خمینی زد، امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. این برای روحیه دادن به نیروهای وارفته و در واقع شکست خورده خودشون در جبهه های گوناگون، به خصوص در جبهه بین المللی و جنگ افروزی منطقه‌ای بسیار ضروریه، اگر نه راستشو بخواین فایده دیگه ای برای خود رژیم نداره. به همین دلیل که میبینیم این روزها با انتخاب ترامپ اصلا رژیم انگار در حالت آچمز مطلق قرار گرفته و کاملا در موضع‌گیری های رسمی از جمله در قبال همین افشای طرح توطئه دیدیم که عراقچی اومد در توییتر به اصطلاح انگلیسیش و خود وزارت خارجه کامل اصلا اومدن اینو انکار کردن که ما اصلا اهل این کارا نیستیم، اصلا ما بسیار به رأی مردم امریکا احترام میگذاریم. یعنی همین هایی که میگفتن ترامپ از مرگ و خلاصه از انتقام ما گریزی نداره، ناگهان در یک تغییر 180 درجه ظاهری، حالا ظاهری که دارم میگم به این دلیل گفتم میخوام فعل ماضی رو کار ببرم، اینقدر قدرتی رو بیشتر میخواست که برای حفظ روحیه عناصر روحیه باخته خودش استفاده کنه، وگرنه نه در خاک امریکا و نه در هیچ جای دیگه حتی در منطقه بالواقع دومش چیده شده و همه نگاه ها به سمت تهران و رژیم آخوندی به عنوان منبع همه مشکلات در خاورمیانه دوخته شده. خب میدونیم که این اولین عملیات تروریستی رژیم نبود تو خاک آمریکا. در سال 2011 هم یک عملیات تروریستی علیه سفیر سابق عربستان سعودی عادل الجبیر انجام داد که طی اون ارباب سیار دستگیر شد. میخوام بپرسم که چرا طرح خونسا شده یه ترور سفیر عربستان تو آمریکا مسکوت گذاشته شد آقای گلستانی؟ چون زیاد صحبت نکردن بهش، و اینکه آیا پرداختن به اون مانع از عملیات شدن دیگر طرحهای ترور رژیم نمیشد؟ واقعیت شو بخواهی در یک کلام باید بگم قطعا میشد، اگر که هر گونه سیاست قاطعی از طرف هر دولتی، این رو به چشم دیدیم که هر جایی که سیاست قاطع اعمال شده قطعا باعث جلوگیری از طرحهای گسترده تر رژیم و کلا از هر گونه طرحهای خرابکارانه تروریستی جنایتکارانه شده. ولی اینکه چرا چشمشون رو اون بستن، خب فکر میکنم که زیاد نیاز به توضیح مفصل نداره. به هر حال سیاست غالب غرب در رابطه با ایران، غرب به طور عام و حتی امریکا به خصوص در سالهای اوباما و خود بایدن، به جز این 4 سال دوره اول ترامپ، سیاست غالب سیاست مماشات با رژیم، چشم بستن بر روی همه جنایاتی که رژیم انجام داده حتی در خاک امریکا و یا در خاک جاهای دیگه. من همینجا میخوام اشاره بکنم که یک رئیس سابق FBI آقای لوی فری در صحبت‌هایی که به مناسبت‌های مختلف در گرد همایی‌های مقاومت ایران کرد، به توطئه خود دستگاه دولتی خودشون برای جلوگیری از تحقیقات در مورد بمب‌گذاری در برج‌های خبر در عربستان سعودی اشاره کرد که اگرچه به طور ظاهری اون رو مسئول رئیس FBI بود، مسئول در واقع پیگیری این کار تروریستی کرده بودن، ولی بهش گفته بودن ببین زیاد هم خلاصه وارد این قضیه نشو، اگرچه مشخص بود که رژیم پشت این کاره، ولی هرگز پاسخگوی اون شناخته نشد و دلایل مشخصش هم به طور سیاسی سیاست مماشات غرب. من البته همینجا میخوام که یک چیزی رو هم اضافه بکنم، نقش خود عربستان که البته سیاستش در قبال رژیم بالا و پایین شده مثل همه کشورهای دیگه، ولی اون هم
به نوعی اصلا حاضر نیست که، حتی در دوران اخیر شنیدیم که همین اخیرا، بله نمیدونم شما شنیدین یا نه، اینکه در واقع اومده اعلام کرده و از ترامپ خواستار این شده که زیاد به رژیم کاری نداشته باشه. خب این رو دیگه باید در چارچوب، حالا اسمش رو میخواین ترس بذارین، اسمش رو میخواین منافع اقتصادی بذارین، یا در یک کلام من اسمش رو کماکان سیاست مماشات میذارم، از طرف هر کی میخواد باشه، عربستان باشه یا امریکا باشه، به هر حال این مسیری بوده که طی شده و فکر میکنم به همین دلیل اون خیلی جدی پیگیری نشد. دقیقا. خب حالا این سوال به وجود میاد که با توجه به اینکه سپاه پاسداران در آوریل 2019 15 آوریل 2019 و از طرف آمریکا تو لیست تروریستی رفت، چرا لیست گذاری سپاه نتونسته از فعالیت های تروریستی رژیم جلوگیری کنه آقای گلستانه؟ ببینید، لیست گذاری سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی یک اقدام لازم و ضروری ولی ناکافیه. اولا به لحاظ سیاست های داخلی همین کشورها، همین کانادایی که الان من و شما در اون هستیم، که خب میدونید سپاه رو اخیرا در بله لیست تروریستی قرار داد، از اون طرف میدونیم بسیاری از عوامل سپاه و مزدوران رژیم در همین کشور یا در امریکا تردد دارن، میرن میان. خب بخشیش سر اجرایی کردن قوانین، قانونی که اجرایی نباشه من یا نشه یا خواست سیاسی برای اجرایی کردنش وجود نداشته باشه، فی الواقع همون چیزی که زمانی احمدی نژاد میگفت که خب یه کاغذه، یه کاغذبار است، فی الواقع شاید بیش از اون چیزی نباشه. بسیار مهمه، بسیار قابل تقدیر این که هر کشوری که سپاه پاسداران رو به معنی واقعی، نه به خاطر دلایل سیاسی، چون واقعا یک ارگان تروریستی و جنایتکاران است، اون رو در لیست بگذاره، ولی باید اقدامات مقتضی برای اجرایی کردن اون رو هم انجام بده. یعنی نمیتونه فقط سپاه رو در لیست بگذاره و بعد شاهد اون باشه که عوامل سپاه بیان برن هر لجن پراکنی که میخوان انجام بدن، ترور بکنن، چشمشون رو ببندن. من به دو نمونه اخیر در کشورهای دیگه اشاره می کنم که می خوام بگم که ببینید در اجرای کردن و خواست سیاسی بسیار مهمه. در کشور بلژیک یک دیپلمات تروریست رژیم به نام اسدالله اسدی توسط دادگاه های خود بلژیک خب محکوم شناخته شد، به زندان محکوم شد، در یک زدوبند سیاسی آزاد شد. حمید نوری طبق قوانینی که خود اروپایی ها و خود کشور سوئد به عنوان قوانین فراغذایی نمیشه گفت، ولی به هر حال یونیورسال جوریستیکشن یعنی عدالت جهانی، و طبق اون به خاطر قتل عام زندانیان سیاسی با واقعا کار فشرده هم هواداران مقاومت هم خود دادستان ها و دستگاه قضایی سوئد محکوم شناخته شد و عملا در سیستم سوئد به حبس ابد محکوم شد، چون سیستم سوئد 25 سال حبس ابده، خب عملا به اون محکوم شد، اونم میبینیم در یک زدوبند سیاسی خب آزاد میشه. حرف سر اینه که قوانین به جای خود بسیار لازم، ضروری، ولی اگر که روح و خواست سیاسی برای اجرایی کردن اونها نباشه، که اون رو هم در واقع میخوام بگم که وظیفه ماها رو بیشتر میکنه که بیشتر فشار بیاریم که آقا جون، برای همه کشورها از جمله خود امریکا، که شما ایشه میگین حاکمیت قانون، خب قانون اینو میگه اجراش کنید، ولی فی الواقع اینه که این خواست سیاسی تا الان بسیار کم رنگ بوده. خب در این حال این سوال هم فکر کنم منطقی باشه آقای گلستانی، که چرا همچنان افرادی مثل آریان طباطبایی مثلا در نقاط حساس حکومت آمریکا حضور دارند؟ این سوال رو چگونه میشه جواب داد، توجیه کرد، توضیح داد؟ نمیدونم. نمیشه بالواقع، نمیشه جواب داد و توضیح داد الا اینکه در همین کادر بررسی بشه. ببینید شما دیدین که احتمالاً اون گزارش سمافور که چندی پیش منتشر شده بود در مورد شبکه نفوذ ایران، که این از سال 2000 اگه اشتباه نکنم یا 13 یا 14 در واقع طرحش در وزارت خارجه رژیم ریخته شد، که بایستی رژیم خلاصه سرانگشتان خودش رو در دستگاه های اجرایی امریکا نفوذ بده و عمدتا هم از کانال هایی مثل کانال دانشگاهی یا به قول معروف متخصصین باید استفاده بشه، و آریان طباطبایی هم
در همین طبقه بندی می گنجه. خب در زمان ترامپ، در زمان 4 سال اول ترامپ که سیاست مماشات، نمیخوام بگم کاملا گل گرفته شد، ولی به هر حال به میزان بسیار زیادی متأثر شد از انتخاب ترامپ، چون قاطعیتی در مقابل رژیم از جمله سر اعمال تحریم ها و یا همین در لیست گذاشتن سپاه و یا چیزهای مشابه این و یا کشتن سلیمانی اجرا شد، خب فرق میکرد. ولی خارج از اون شما میبینید که این آریان طباطبایی در دولت بایدن به این سمت گماشته شده. بله، این رو حتی میخوام بگم که نمیشه گفت نفوذ رژیم در امریکا، این خواست دولت امریکا، اون دولت مشخص، برای اوردن نفرات نزدیک به رژیم برای زد و بند و خلاصه ارسال پیام و گرفتن پیام و چیزهای شدید به این بوده. من فقط در این کادر میتونم به این جواب بدم. خب حالا بازگشت ترامپ به کاخ سفید رو آیا میشه مثبت ارزیابی کرد و در این چارچوبی که شما الان توضیح دادین، مورد به خصوص که خواست سیاسی داشته باشه برای اجرای کردن اعمالی علیه رژیم ایران، مثلا بله همین لیست گذاری سپاه پاسداران؟ ببینید، تا اونجایی که به مردم ایران برمیگرده، از زمانی که اوباما سر کار بود، یادتون هست که قیام 88 شعار مردم ایران بود که اوباما اوباما، یا با اونا یا با ما. یعنی حرف مشخص بود که آقا جون، مردم بین حاکمیت و خودشون یک دیوار عبورناپذیر کشیدن و هر کسی که با حاکمیت علیه مردم ایرانه، هر کسی هم که در طرف مردم ایران به طور خودکار، باید مواضعی علیه حاکمیت بگیره. انتخاب مجدد ترامپ صحنه های جدیدی رو که فعلا برای همه ناشناخته است میتونه ایجاد بکنه، اگر که همون سیاست های دور اولش رو پیش بگیره، که لااقل تا الان با افرادی که انتخاب کرده، مثلا به عنوان وزیر امور خارجه سناتور مارکو روبیو، که به هر حال میدونید از منتقدین و به اصطلاح بیش از منتقد، من دقیقا منتقد رو با ملاحظه دارم به کار برم، به هر حال از منتقدین جدی دولت بایدن و کلا دموکرات ها بر سر سیاست مماشات با رژیم بوده، از به هر حال بسیار مواضع قاطع همواره علیه رژیم گرفته. و یا مایک والتس رو که به عنوان یک مقام دیگه انتخاب کرده، که خب در مصاحبه های مختلف بارها اشاره کرده که سر ما به تروریسم و جنگ افروزی در تهرانه. با این حال همونطوری که رژیم الان واقعا در آچمز مطلق به سر میبره و مقامات مختلف چپ و راست مواضع مختلف میگیرن و خود خامنه ای سکوت مرگبار گرفته، خب یک تحلیل رژیم این بود که ببینید ترامپ به هر حال تاجر بیزینسمنه و ما چرا نمیتونیم با اون مذاکره کنیم؟ ما با صدام مذاکره کردیم، خب با ترامپ هم میریم مذاکره میکنیم، که خود همین نفس همین حرف باعث جنگ و جدال هایی در درون بانهای رژیم شده که من از اون استقبال میکنم، از این جنگ و جدال ها در درون بانهای رژیم. ولی اینکه سیاست ترامپ در این 4 سال به چه سمتی بره، فکر میکنم بسیار بستگی داره. همواره خودش گفته طالب جنگ جدیدی نیست، هیچ کم انتظار نداره که ترامپ با رژیم وارد جنگ بشه. همون چیزهایی که موجوده، همون تحریم هایی که حتی در قوانین امریکا موجوده، ولی بایدن چشمش رو به روی اونها میبست و به قول خود ترامپ در همین کمپین انتخاباتیش گفت شما رژیم رو پولدار کردین که به این گروه های نیابتی پول بده، همین به قول معروف سیل جریان این پول ها رو به رژیم بگیره، فکر میکنم برای مردم ما بسیار خوب و مثبته. درسته، قانون مهسا رو هم فکر کنم مارک روبیو برد به بله سنا، درسته؟ بله 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 چه خیلی از قبلش میخواستن نون بخورن که اونا بردن، ولی آقای روبیو انکار کرده. بله خیلی ممنون آقای گلستان از وقتتون و توضیحات مفیدی که مثل همیشه روشنگری کردید برای خودتون و همرزبانتون در تظاهرات شنبه. موفقیت آرزو دارم. خواهش میکنم، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید. توانای کار خیز
بنگر و آنجا مکان ماست، آنجا مکان ماست. صدای تازه نسل جوان ماست، نسل جوان ماست.